برنامه امشب ما درباره اخلاق. وای 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 وای. خوشبختانه یک چند سالی است که موضوع اخلاق در ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی خیلی پررنگ شده. از درکه وارد میشی، همشون منشور اخلاقیشون رو چسبوندن به دیوار. علاوه بر منشور، مرامنامه اخلاقیشون رو هم در همه اتاقا زدن که کارمندان در جریان باشن. بعد بجز مرامنامه، یه عهدنامه اخلاقی هم هست که به دیوار اتاق مدیران دیده میشه. یه سند جامع اخلاقی هم هست که با آبطلا نوشتن بالای سر آقای رئیسه. بیمزه است کلن چیزایی که میگم؟ اگه بیمزه است که چیزایی دیگه بگم. خب بعد به کارمند شرکت میگیم میدونی تو مرامنامه اخلاقیتون چی نوشته؟ میگه بله، نوشته همه موظفیم به اصول راهبردی و خط مشی‌های کلی سازمان در قبال عناصر بیرونی و درونی احترام بگذاریم. میگه خب آقا چرا پس کار من راه نمیندازی؟ میگه مگه شما عناصری؟ از محاسن منشورهای اخلاقی ادارات اینه که اگه دقت کرده باشین روی فلزات براق و صیقلی نوشته میشن. میشه. یعنی کارمندا میتونن برای اینکه صبح ها دیرشون نشه شونه بذارن تو کیفشون، بعد تو اداره که کارت زدن موهاشونو تو فلز براق منشور اخلاقی مرتب کنن. یعنی هر روز صبح که از دور که نگاه میکنی احساس میکنی کارمندا همه صف کشیدن که اول منشور اخلاقی رو بخونن بعد برن سر کارشون، نگو تو صفن که شونه کنن. اخلاق فقط این نیست که در ظاهر لبخند بزنیم و همزمان ادب رو هم رعایت کنیم. شونه خالی کردن از زیر بار وظیفه هم یک جور بی اخلاقیه. کمکاری در اطلاع رسانی ضروری به شهروندان هم بی اخلاقیه. نصف شب داری تو جاده میری، میبینی 4 تا تیرچه بلوک گذاشتن وسط جاده. میگی چی شده؟ میگه جاده فعلا تعطیله، دور بزن. میگی خب این بلوک ها رو سر جاده میذاشتین که من 100 کیلومتر نیام که الان برگردم. میگه باشه بابا تو خوبی، دور بزن. دور میزنی، تابلوهای تهران رو پیگیری میکنی، تا یه جایی تابلو داره، از یه جایی کلن دیگه یه دونه تابلو هم نیست. بعد درست از همونجا هر 1 کیلومتر یه 4 راهه که باید کجا بپیچی. کنار دکه پارک میکنی، پیاده میشی، میگه ببخشید تهران از کدوم وره؟ میگه نمیدونم. میگه یه کیک بده با یه آب میوه، تهران از کدوم وره؟ میگه اولین خروجی دست راست و برو تو. بر میگردی که اولین خروجی دست راست و بری تو، میبینی دارن ماشینتو میبرن. میدوی دنبال ماشین، یه ماشین از پشت میزنه بهت، زنگ میزنن هلیکوپتر امداد میاد سوارت کنه، بعد که میخواد بلند شه گیر میکنه به سیمای چراغ برق میترکه و به تلی از خاکستر تبدیل میشی. شبکه‌های مجازی
به نوعی نمایشگاه اخلاق مداری هن. یعنی شناگر مونتنگرویی در رقابت با شناگر دومینیکنی برنده شده. اولین کاری که میکنه میره صفحه مجازیشو میبنده که فوش نخوره. هنوز که هنوزه داور بازی ایران آرژانتین در جام جهانی جرأت نکرده صفحهشو باز کنه. دو ثانیه باز میکنه، 40 تا فوش میخوره، سری میبنده. یکی اومده پست گذاشته، بیاید در محیط زیست آشغال نریزیم. یکی دیگه زیرش نوشته برو بینیم بابا. یکی دیگه نوشته جای تأسف است که به راحتی از عبارت برو بینیم استفاده میکنیم، حال آن که ایرانیان قدمت فرهنگی و اخلاقی 2000 ساله دارند، پس درست صحبت کن بی شعور. بقیه فوشش هم نمیتونم بگم. توی استادیوم که میریم اوضاع از اینم یکم بدتره. یعنی هنوز تو جاده پشت فرمونی اما صدای فوشا داره میاد هنوز. یه چیزایی به هم میگن که آدم نمیدونه اینا با سین نوشته میشه یا ساد. تیم محبوبت یه شوت زده از بغل دروازه رد شده، یه کلمه گفتی وای. طرفدارای رقیب تا 20 دقیقه بعد هماوا با هم با این وای بهت فوش میدن. یعنی توپ بعدی که از کنار دروازه بره بیرون قطعاً به جای وای میگی چشم. تیترای مجلات و سایت‌های زرد و قهوه‌ای هم که دیدین کاملاً اخلاق مدارانه رفتار میکنن. رو تیتر زده فحاشی زن و شوهر شناخته شده به همبرگر فروش مشهور. بعد تیتر زده مگر نگفته بودیم خیارشور نگذار. فوتبالیست لیگ برتری چه گفت؟ باور کنید قصد ازدواج داشتم. بازیگر معروف پس از دستگیری در میهمانی شبانه چه گفت؟ فکر می کردم داخل بطری ها دوغ است. در حال حاضر کلمه بی اخلاق فحش محسوب نمیشه. اگرم فحش باشه قطعا بین 450 تا فحش اول رنکینگ جهانی نیست. یعنی اگه شما به یکی بگی بی اخلاق برات بای بای میکنه، میگه رسیدی خونه زنگ بزن نگرانت نشم. تکرار بی اخلاقی در هر جامعه ای در نهایت منجر به بی‌اعتمادی میشه. یعنی همینجوری بی خودی به هم دیگه مشکوکیم. مامور آب اومده دم در خونه، زنگ هر طبقه ای رو میزنه باز نمیکنن. میگن بعد از ظهر بیا آقامون خونه نیست. ماموره میگه آقا من مامور آبم. این دستگاه همه، این کارت همه. طبقه دومیه زنگ میزنه به طبقه اولیه، میگه چی کار کنیم باز کنیم؟ طبقه اولی میگه نه بابا، گردنش خیلی کلفته. اصلا چه لزومی داره یه مامور آب انقدر گردنش کلفت باشه؟ طبقه دومی میگه به نظر منم شبیه قاتلین پیرزن هاست، نباید ریسک کنیم. خلاصه بعد از 2 ساعت یکی پشت آیفون میگه
باز میکنم. اما بدون من دفاع شخصی کار کردم. بین دوتا کتفت یه نقطه حساسی هست. اونو فشار بدم بیهوش میشی. هممون در ظاهر اخلاق مداریم. هر کی برای خودش یه گروه مجازی درست کرده، پیام اخلاقی منتشر میکنه. صبح میزنه صبح بخیر، برخیز که برای پیشرفت باید پیش رفت. اینو سند تو آل میکنه، پتو رو میکشه سرش میخوابه. روزی 8 ساعت رو به پیچوندن طلبکاراش اختصاص میده. بعد توی گروه مینویسه در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است. اینا اگر به جرم آدمکشی پای چوبه دارم باشن، به عنوان حرف آخر میگن چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. و کلام آخر، اونی که تو روی آدم نگاه میکنه و بی اخلاقی میکنه 100 برابر محترمتر از اونیست که بهت لبخند میزنه اما از پشت بی اخلاقی میکنه. بی اخلاقی از اون پدیده هاییست که اگر جلوش مانع چیده نشه روز به روز قلم روی خودش رو گسترده تر میکنه. قبلنا وقتی با خانواده فوتبال میدیدیم صدای تلویزیون رو کم میکردیم، چون میدونستیم تماشاچی ها رعایت نمیکنن. بعدن کم کم سینما هم که میرفتیم هی مجبور بودیم بگیم خانواده نشسته. یکم گذشت دیدیم پنجره رم که باز میکنیم یکم هوا بخوریم هی باید تا کمر خمشیم بگیم آقا ببخشید اینجا خانواده نشسته. بعد از اون متوجه شدیم وقتی مناظره هم از تلویزیون پخش میشه باید صداشو کم کنیم چون خانواده نشسته. الان یه جا میریم 2 قطره اشک بریزیم سبک شیم، یهو متوجه میشیم که با خانواده نمیشه نشست. بنابراین به این نتیجه میرسیم که کلن خانواده نباید بشینه. اصلا چه معنی داره خانواده بشینه؟ 4 آدم نشستن تا میان حرف بزنن خانواده نشسته. خانواده نشسته. سعی کنید با خانواده هاتون در حرکت باشید. سعی کنید با خانواده هاتون وایسید، نشینید. اینجوری هم مشکل بی اخلاق ها حل میشه، هم مشکل خانواده ها. نشینید. عرض کنم که خیلی ممنون که تا این لحظه کنار ما بودید.